به نام خدا. جلسه سوم برنامه نویسی به زبان سی شارپ و زمین فرم اندروید رو با همدیگه کار میکنیم. دوستان در ویدیو قبل با همدیگه یک لاگین پیج درست کردیم و الان میخواییم مقادیر تکست باکس و پسورد رو بعد از فشار دادن کلید لاگین مقایسه روش انجام بدیم و اگر درست بود ما رو به پیج مین پیجمون هدایت بکنه. خب دوستان، برای اینکه ایونت هندلر باتون رو اینجا من هندل بکنم، فراخونیش بکنم، نه تنها این، تمام کامپوننت هایی که در XML شما تعریف میکنید هم متد دارن و هم ایونت و هم پراپرتی، یعنی تمام خصوصیت ها رو دارن، فقط کافی که شما اونا رو فراخونی بکنید. پس در قسمت باتون، جایی که من این باتون رو تعریف کردم، فعلا میبینید که کلیک میکنم و اتفاق خاصی نمیافته. در این قسمت میتونم ایونت کلیکت رو فراخونی بکنم، یعنی زمانی که کلیک شد چه اتفاقی بیفته. خب وقتی که این رو فراخونی میکنید، در کروشه باز و بسته که میشه، ویژوال استودیو به صورت دیفالت از شما میخواد که یک نیو ایونت هندلر بکنید، یا اینکه خودتون یک نامی اینجا بدید و با زدن کلید انتر اون ایونت برای شما ساخته بشه. من اینجا میذارم به صورت دیفالت، فقط کافی که با موس دوبار روی این نیو ایونت هندلر کلیک بکنید. اگر الان در قسمت لاگین پیج بیام، چون الان برنامه من ران هستش، برای من این ارور رو آورده. در قسمت لاگین سی اس اگر الان بیام، لاگین سی اس دوستان، میبینید که این باتوم اندرلاین کلیک ایونتش برای من ساخته شده. خب من برنامه رو به صورت موقت میبندم و اینجا قراره که زمانی که کاربر روی لاگین کلیک کرد، مین پیج برای من باز بشه. در این قسمت کافیه که بگم نویگیشن متدش رو فراخونی میکنیم، داد از متد پوش async استفاده میکنیم. متد رو پرانتزش رو باز میکنیم. در اولین آرگومانی که میبینید از ما یک تکس i navigation push page میخواد و یک push bool animated. خب ما با کانستراکتور دومش کار نداریم، مقدار ورودی دومش کار نداریم، با اولی مین پیج خودمون رو اینجا بهش پاس میدیم، پرانتز مین پیج باز و بسته، و از عبارت نیو هم حتما استفاده میکنید. خب برای نویگیش کردن پیج هامون از یک پیج به یک پیج دیگه، از نویگیشن دات پوش نیو و نام پیجتون استفاده میکنید. رام میکنم مجددا نرم افزار رو. خب دوستان، از اونجایی که من دستوری برای گرفتن پسورد و یوزرنیم هنوز تعریف نکردم، به واسه اینکه روی لاگین کلیک بکنم، میبینید که ما به پیج Welcome to Xamarin Forum که مین پیجمون بود اومدیم. میتونم برگردم به پیج قبلی.
خب اینجا میخوام یک دستور شرطی بذارم که اگر پسورد و یوزرنیم برابر با هر چیزی که خودم میخوام بگذارم یا مستقیم میتونم از توی دیتابیس از لیست یک مجموعه از کاربرا و ممبرها تعریف بشه مقایسه کنه و اگر اون فرد موجود بود در دیتابیس و در اون جدول باز بکنه، در غیر این صورت یک پیغامی به کاربر بده. خب من دو مرتبه استاپ میکنم برنامه‌ام رو اینجا. if اگر، خب دوستان همینجا که قبلا بهتون گفتم برای اینکه مقادیر تکست باکس رو، یوزرنیم و پسورد رو هم یک شناسه ای بهشون بدم که بعدا در این قسمت من بتونم پیداشون بکنم، از عبارت x دو نقطه نیم و نامی که براشون اعمال میکنم میتونم در قسمت های مختلف کدم شناساییشون بکنم و یک رابطه بین XML و CSS خودم ایجاد بکنم. if در ابتدا میگم TB نیمم برابر با، من اینجا همه چی رو به صورت دستی وارد میکنم، admin، اگر نیم تکست باکس نیم من برابر با ادمین بود و تی بی پسورد من برابر با عنوان مثال 2353 بود. خب اروری که از ما میگیره پراپرتی تکستشون رو هم فراخونی میکنیم و در این قسمت میگیم که خب حالا اگر اینها برابر بود با اون برای ما نویگیت کن روی مین پیج. میتونیم از دستور else هم استفاده بکنیم. در غیر این صورت، خب در غیر این صورت پیامی باید برای ما بیاد. دوستان پیام ها یعنی مسج باکس ها توی اندروید به این صورت هستش که شما میتونید از دیسپلی آلارت استفاده بکنید. متد دیسپلی آلارت، اگر متد رو باز بکنید در سازنده اولش از شما یک string title، string message و cancel، okay یا هر چیز دیگه ای رو میتونید بهش اختصاص بدید. خب string اول من title هستش. خب 100% error هست. وقتی که به else وارد بشه errorی دریافت میکنیم. error مسیجش رو میتونیم بگیم user name or password is not true و یک اوکی بذاریم. در قسمت if هم اگر پسورد و یوزرنیم درست بود میتونیم پیغامی به کاربر بدیم که من نیاز نمیبینم که اگر درست بود پیغامی داده بشه. رام میکنم مجددا. خب ابتدا یک پسورد اشتباه رو وارد میکنم و لاگین میکنم. میبینید که ارور دریافت کردیم، یوزرنیم و پسورد is not true. اوکی میکنم. مجددا عبارت ادمین رو وارد میکنم با پسورد 2353
رو میکنم، میبینید که مین پیج رو برای ما باز کرد. خب دوستان مشکلی که هستش وقتی من اینجا اینپوت میکنم روی عبارات خودم به رنگ سیاه در میان که بکگراند منم سیاه هستش و نمیتونم بینم. اینا رو کافیه که وایت بکنیم. برای تکس باکس، برای پسورد، تکس باکس پسورد. خب الان زیباتر شد. مجدد اگر این رو اشتباه بدم، لاگین، حتی پسورد هم اشتباه باشه، ارور دریافت میکنیم. مجددن مقدار 2353 رو وارد میکنم، لاگین و مین پیج برای من باز شد. خب دوستان تا اینجا رو با من پیش بیاید تا در ویدیوی بعد با هم دیگه نحوه اتصال به SQL سرور و اینسرت دیتا در SQL سرور توسط زامرین رو با هم دیگه کار بکنیم.